خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی تاجران عزیز آرادی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سعید زاره هستم، مشاور تجاری گروه شرکت‌های آراد برندینگ، با یکی دیگه از کلاس‌های LMS در خصوص نحوه استفاده از کارت بازرگانی در خدمت شما دوستان عزیزان هستم. اون دوستانی که صدای بنده رو دارم توی چت باکس یه عدد 1 بدن. خیلی خوب، کافیه. کارت بازرگانی، اگر به صورت کلی بخوایم به این صحبت، این کلمه و این مدرک بپردازیم، میتونیم بگیم که این کارت بازرگانی به مانند گواهینامه رانندگیه، با این فرق شما با گواهینامه رانندگی میتونید برید رانندگی بکنید. اگر اون گواهینامه رو نداشته باشید، تخلف انجام دادید، جریمه میشید و در بسیاری از موارد از رانندگی کردن کنار گذاشته میشید. کارت بازرگانی هم به همین شکله. کارت بازرگانی باید داشته باشید تا بتونید بسیاری از اون محصولاتی که دارید و به صورت قانونی عمل صادرات و واردات اون رو میخواید انجام بدید، بتونید به واسطه این کارت اون کار رو انجام بدید، واردات و صادرات رو به صورت کلی انجام بدید. خب اولین موردی که باید به اون بپردازیم، چه کسانی میتوانند صادرات کنند؟ شاید برای بسیاری از دوستان، شاید که نداره، به صورت قطعی برای بسیاری از دوستان این مورد به وجود میاد، این ذهنیت هست که میگه من اگر امروز بخوام صادرات رو شروع بکنم، قدم بذارم به عرصه صادرات، یقیناً باید کارت بازرگانی داشته باشم. اگر کارت بازرگانی نداشته باشم، اصلاً من تاجر رو توی گمرک راه نمیدم و من هیچ اجازه ای برای این که بخوام قدم به عرصه صادرات و واردات محصولات بذارم ندارم. خب این ذهنیت برای 99% افراد به وجود میاد. اون 1% دیگه هم یقیناً یه گوشه کناری بهش فکر میکنن. خب در حالت اول این یه ذهنیت شده برای تمامی افراد که باید چه کار کنیم. من اگر بخوام امروز صادرات کنم و اگر بخوام صادر کننده خوبی باشم و فردی باشم که بتونم محصولات از کشورهای دیگه به کشور خودمون وارد بکنم، باید برم در گام اول کارت بازرگانی رو بگیرم. ولی آیا این مورد به نظر شما درسته؟ یعنی شما تمام اون پروسه صادرات و تجارت و تاجر شدنتون همه یک طرف و شما در گام اول باید برید کارت بازرگانی بگیرید. این قضیه باشه، تو مراحل بعدی مجدداً باش پیش میریم و به صورت کلی اینو بازش میکنیم. در حالت دوم، نقش کارت بازرگانی در صادرات چیه؟ این سوال همیشه برای افراد به وجود اومده که ما اگر در گام اول کارت بازرگانی رو بگیریم، در گام دوم این کارت بازرگانی چه تأثیراتی برای ما به همراه داره، چه کمکی میتونه به ما بکنه که ما بتونیم توی صادرات از این کارت به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. بر اساس قانون گمرک کشور، کارت بازرگانی مجوزیه که دارندگان این کارت، اما از شخص حقیقی و یا حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کند. ببینید دوستان،
قانون گمرک کشور داره اینو میگه. میگه شما اگر بخواید وارد بشید به عرصه صادرات، جنسی رو از ایران صادر کنید به هر کشوری، فرق نمیکنه اون کشور در شمال ما باشه یا در جنوب یا شرق یا غرب، فرق نمیکنه، از هر گمرکی که بخواد این بار ترخیص بشه، نیاز دارید به اون کارت بازرگانی تا بتونید به واسطه اون کارت بازرگانی این محصولتون رو از اون گمرک یا اون مرز ترخیصش بکنید. خب پس اینجا به این نتیجه میرسیم که کارت بازرگانی یکی از اساسی ترین مراحل هست توی صادرات ما و به نوعی مجوز اصلیه برای کار کردن. حالا این مجوز اصلی رو ما به چه شکلی باید داشته باشیم؟ در گام سوم چگونه کارت بازرگانی بگیریم؟ خب گرفتن کارت بازرگانی برای بسیاری از افراد فکر میکنن دردسر بسیار زیادی داره، برخی از افراد فکر میکنن به راحتی گرفته میشه، امروز اقدام بکنید فردا گمرک کشور میاد به شما کارت بازرگانی میده. نه، قضیه این نیست. کارت بازرگانی گرفتنش خودش دوندگی بسیار زیادی داره. شما بسیاری از اون درخواست ها یا به نوع دیگه بخوام بگم یک سری مجوز ها چیز میخواد، گمرک نیاز داره که به واسطه اون برای شما یک کارت بازرگانی رو صادر کنه که اون بندهایی که شما باید رعایت بکنید و اون مواردی که باید آماده سازی بکنید برای گرفتن کارت بازرگانی چیزی بالغ بر حدوداً اگر اشتباه نکنم بین 25 تا 30 مورد هست در کنار شناسنامه، اصل شناسنامه، کارت پایان خدمت، کارت ملی، مدرک تحصیلی، گواهی ثبت شرکتتون و بسیاری موارد این چنینی که اگر بخوام به صورت ریز اینو براتون بازگو کنم اون مواردی که مورد نیازه برای چیز، برای گرفتن یک کارت بازرگانی در کنار تمامی این موارد، سنتون باید تو کمترین حالت 23 سال باشه. اصل گواهی عدم پیشینه به اعتبار 3 ماهه. فرم رشته فعالیت از بخش خدمات بازرگانی اتاق. اصل مجوز تولید به نام شخص. اصل و کپی از تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه. اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی و بسیاری از این موارد که شما هر کدوم از این موارد رو بخواید این 20 قلم یا 30 مورد رو بخواید آماده سازی بکنید زمان بسیار زیادی ازتون میگیره. اینجا شما باید با خودتون بشینید فکر کنید ببینید آیا واقعا به صرفه هست که شما بخواید 30 مورد رو آماده سازی بکنید و برید هزینه بکنید، جمع آوری بکنید، همه رو در یک زمان مشخص و بیایید ارائه بدید چقدر دوندگی که بتونید اون کارت بازرگانی رو داشته باشید. ولی اگه به صورت کلی بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، گرفتن کارت بازرگانی برای یک شخصی که فعالیت اقتصادی داره کار دشواری نیست. بسیار 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 راحت این کار براش انجام میشه و میتونه با همون مدارک معمولی که تمامی بنگاه‌های اقتصادی دارن اقدام بکنه برای گرفتن اون کارت بازرگانی. خب در این راستا برای گرفتن این کارت اتاق
اتاق هم بازرگانی تلاش کرده و ضوابط آن را به طوری تنظیم کرده که افراد همه بتونن وارد بشن، این کارت رو بگیرن. حالا گرفتن این کارت واقعا برای ما الزام یا الزام نیست؟ از تمام این موارد که بخوایم بگذریم، از بند یک چه کسانی میتوانند صادر کننده باشند، نقش کارت بازرگانی در صادرات، چگونه کارت بازرگانی بگیریم، چه زمانی اقدام کنیم برای دریافت کارت بازرگانی، خب از تمام این موارد که بگذریم میرسیم به این بند آخر، بندی که اینجا از ما سوال میکنه با تمام این تفاصیل، این همه سندیاتی که شما باید آماده سازی بکنید برای گرفتن این کارت، وقتی که باید بذارید، هزینه‌ای که باید بذارید، آیا شما مایلید کارت بازرگانی داشته باشید یا نه، و چه زمانی باید کارت بگیریم؟ از دیدگاه ما یک فرد تاجر هیچ احتیاجی برای گرفتن کارت بازرگانی نداره. در عمده مواقع دوستانی هستن میان از ما سوال میپرسن، میگن استاد ما اگر کارت بازرگانی نداشته باشیم صادرات رو به چه شکلی میخوایم پیش ببریم؟ و در بسیاری از مواقع توضیحاتی که ما میدیم این افراد قبول نمی کنن. چرا؟ چون با ذهن خودشون دارن این کار رو میسنجن. ما اینجا رزومه زنده داریم، سند زنده، افرادی که با ما دارن کار میکنن و این مراحل ما گام به گام بهشون آموزش دادیم، این راه رو رفتن و یک به یک نتیجه بخش بوده. یک فردی که با ما تجارت رو شروع کرده اومده در حالی که میخواسته بارش رو صادر کنه از ایران به خارج، توی گمرک به ما گفته الان چه کار کنم؟ ما گفتیم به جای این که شما بری کارت بازرگانی بگیری، از یک فردی که ترخیصکاره اینجا کمک بگیر. چرا؟ چون فرد ترخیصکار تمام زیر و بم کار رو میدونه، مثل یه وکیل میمونه توی دادگاه، توی دادگستری. شما زمانی که توی دادگستری وارد میشید 99% مراحل رو نمیدونید چه کار باید بکنید، ولی یه وکیل خیلی راحت تمامی اون کارهایی که شما تو طول 3 یا 4 روز میخواید انجام بدید اون توی 2 ساعت انجام میده و کاملا نتیجه بخشه. حالا شما بارتون رو میبرید توی گمرک، به جای اینکه 2 روز 3 روز خودتون درگیر باشید، نیروی شما درگیر باشه، درگیری ذهنی داشته باشید، هزینه های و همراه داشته باشید، اینجا میاد یه مبلغی به ترخیصکار میدید، اون ترخیصکار میاد بار شما رو به بهترین شکل ممکن مراحل قانونی گمرکش رو طی میکنه و اون بار رو برای شما صادر میکنه. تو این وسط شما یه بار فروختید، مبلغ برای مثال مبلغ 10 میلیون سود کرده. حالا توی این باری که شما تو طول 3 روز الی 4 روز فروختید و میخواستید اینجا برای ترخیصش 3 روز الی 4 روز یا 2 روز یا 1 روز درگیر باشید، یه ترخیصکار گرفتید. اینجا ترخیصکار نیروی شما میشه. یه مبلغ 1 میلیون به ترخیصکار دادید، به راحتی راحت ترین شکل ممکن این بار رو براتون ترخیص کرد، فرستاد. دیگه اون مشغله و درگیری ذهنی شما رو فشار نمیاره، ذهن شما رو درگیر نمی کنه، دیگه رو با خیال راحت میرید به کارتون میپردازید. اینجا مطمئن هستید که اگر هر باری که شما بفروشید یک فردی هست که با بهترین هزینه میاد این بار رو برای شما از این گمرک رد میکنه، به دست مشتریتون میده، تحویل مشتریتون میده، اینجا اعتبار شما بیشتر بیشتر میشه. در حالتی که شما خودتون میتونستید بیاید این کار انجام بدید،
زمان رو از دست بدید، چه بسا تو این از دست دادن زمان مشتریتون هم شاکی میشد. ولی اینجا وجود یه ترخیصکار به بهترین شکل ممکن مراحل کاری ما رو پیش برد. تا اینجای صحبت به یه جنبندی کلی برسیم. اون دوستانی که قصد دارن کارت بازرگانی بگیرن، خود مختار هستن، آزاد هستن، میتونن برن کارت بازرگانی رو بگیرن. یه سری شرایط داره، یه سری مراحل داره، یه سری مدارک لازمه که اون مدارک همه رو جمع‌آوری بکنن برن کارت بازرگانیشون رو بگیرن. و یک سری دوستان هم هستن که راهنمایی‌ها رو گوش میکنن و گام به گام با ما پیش میان. در ابتدای کار قدم بسیار خوبی برمی‌دارن توی عرصه صادرات، توی گمرک، توی مرز و همه جا ما گام به گام با شما هستیم. بیایید کارتون رو استارت بزنید، تمام راهنمایی‌های لازمه رو ما بهتون میگیم، در هر لحظه با شما هستیم. اون دوستانی هم که در حال صادر کردن بار یا محصولی هستن و توی گمرک گیر کردن، میتونن از همین ترخیصکار استفاده بکنن و به بهترین شکل ممکن کارشون رو پیش ببرن. حالا یه سری از دوستان هستن که سوالی چیزی دارن، میتونن سوالاتشون رو بپرسن، یک به یک به سوالاتتون پاسخ میدیم. خب چت باکس بازه. خانم الهام حسینی: ما که شرکت ثبت نکردیم و تولید کننده هم میگه برای صادرات خودتون کاراشو باید انجام بدین، چه کار باید بکنیم؟ خب خانم حسینی، در گام اول ثبت نکردن شرکت شما ملاک نیست. شما الان قدم گذاشتید که یک فروشی موفق باشید. شما زمانی که فروش خوبی داشته باشید، اونجا میتونید گام به گام مراحلتون رو پیش ببرید و ثبت شرکتتون هم انجام بدید. و در حالت دیگه اون تولید کننده میگه کارهای صادراتی رو خودتون انجام بدید، چند تا حالت داره. اگر بخواید انجام بدید، میتونید این مراحل رو زنگ بزنید، از اون دفتر گمرک سوال بگیرید، ببینید چه مراحلی داره، چه کارهایی باید انجام بدید، اون بارتون رو باید به گمرک ببرید و چه پروسه‌ای رو باید طی کنید. در حالت دیگه این که شما میبینید حجم معاملتون خوبه و سود خوبی داره، تو این وسط اگر شما یک روز از وقتتون رو بخواید بذارید برای گمرک، یه هزینه‌های سنگینی براتون به بار میاره. مثال چند تا مشتریتون رو از دست میدید، نمیتونید مشتریاتون رو پیگیری بکنید. تو این وسط از همون بند ترخیصکار استفاده بکنید، با یه ترخیصکار صحبت بکنید، مطمئن خودت همون گمرک باشه یا افراد دیگه یا همکاران دیگه ای که از قبل با این افراد کار کردن، رزومه کاری خوبی داشته باشن، باهاشون ارتباط بگیرید، نحوه کار کردن خودتون و اون محصولتون رو بهشون ارائه بدید و منتظر باشید که کارهایی که میتونن براتون انجام بدن بهتون ارائه بدن. یک لحظه دوستان ببخشید. یکی از افراد بود خیلی داشت پارازیت مینداخت توی چت باکس، از کلاس انداختمش بیرون.
آقای محمد محمدی، از کجا ترخیصکار گیر بیاریم؟ میتونید با گمرک ارتباط بگیرید، با دفتر گمرک ارتباط بگیرید، بهشون بگید، بگید من ترخیصکار احتیاج دارم، بهتون معرفی میکنن. یا اگر توی برنامه کاری خودتون با بچه های دیگه در ارتباط هستید، میتونید باهاشون ارتباط بگیرید، بگید یه ترخیصکار خوب بهتون معرفی بکنن. هست ترخیصکار زیاده، بهتون معرفی میکنم و به بهترین شکل ممکن کارتون انجام میدید. آقای منوچهر افشار، آیا برای صادرات به ثبت شرکت نیاز هست؟ جناب افشار، برای صادرات کردن به ثبت شرکت نیازی نیست، هیچ نیازی نیست. ثبت شرکت زمانی مورد نیازه که شما فروش خوبی داشته باشید. در گام اول خودتون توی اون کشورهای همسایه برند شده باشید. در گام دوم محصولتون برند شده باشه. اینجا یه ثبت شرکت انجام میدید که به پشتوانه اون برند خودتونو به ثبت برسونید و در گام بعدی اون محصول رو با نام خودتون و برند خودتون و شرکت ثبت شده خودتون به بازار عرضه کنید. اینجا شرکت مورد نیازه، وگرنه در گام های اول که ما میخوایم صادرات انجام بدیم هیچ احتیاج به شرکت نیست. جناب کریمی سوال کردن ترخیصکار کارمند گمرکه؟ ببینید ترخیصکار با از بابت اون کارتی که گرفته از گمرک میبایست یک سری خدمات رو در طول ماهیانه انجام بده و اون رزومه کاری خودش رو به گمرک ارائه بده. این وظیفه کسیه که کارت بازرگانی گرفته. به نوعی نیروی گمرک نمیشه، ولی زیر مجموعه گمرک هست. خب یه جای دیگه دوستان سوال کردن چطور به تعهدات ترخیصکار اطمینان کنیم؟ ببینید ترخیصکار تعهداتی که داره انجام میده تعهدات خودش نیست، تعهدات گمرکه، قانون گمرکه، قانون ثبت شده اون گمرکه. اگر چیزی رو داره به شما عرضه میکنه صرفاً کلامیه که گمرک قانون کرده که شما باید تک به تک این بندها رو داشته باشید و طبق این بیاید جلو. شما خودتون میتونید اون بندها رو ببینید و با ترخیصکارتون هماهنگ باشید. خب جناب زارعی عزیز، این ترخیصکارها را چگونه باید پیدا کنیم؟ آیا به همه آنها میتوان اعتماد کرد؟ نه، به همه ترخیصکارها نمیتونی اعتماد بکنی. شما ترخیصکارها را میتونی یه سر بزنی به گمرک، بگی ترخیصکاراتون کیه؟ یه سری افراد هستن مورد اعتماد خود گمرکه، اونجا میتونید با این افراد ارتباط بگیرید. میتونید اگر نیروی خود شرکت هستید توی دفتر با بچه ها ارتباط بگیرید، بچه هایی که دارن کارهای صادرات انجام میدن، بهشون بگید، بگید ترخیصکار مورد اعتماد شما کیه، این فرد رو به ما معرفی بکنید تا ما بتونیم به واسطه این ترخیصکار محصولات رو صادر کنیم. این راه های خوبیه که بتونید یه ترخیصکار خیلی خوب به دست بیارید. یه جا آقای اکبر زارعی سوال کردن
یکی از دوستانم اومدن پاسخ دادن، دوستان لطف کنید زحمت بکشید پاسخ ندید، میاد یه سری جواب میدید به دوستان. خب این جواب دادنتون اگر فردا این فرد به مشکلی بر بخوره دیگه باساب کارشو خودتون میدونید چیه. مسئله سر 1 میلیون و 2 میلیون نیست، هزینه های سنگینیه. این دوستمون اگر بخواد توی دیوار سرچ بکنه برنامه دیوار، شما امروز همه توی دیوار هستن. یه فرد عادی کلاهبردار یا هر کسی دیگه میتونه توی دیوار خودشو به عنوان یه ترکسکار جا بزنه. همه کس که وارد نیستن که امروز بیان از ترکسکار کارتشو بگیرن، رزومه کاریشو ببینن، ببینن مجوزش چیه. بعضی از دوستان هستن با سادگی تمام میان طبق این پیشنهاد میان جلو و در آخر ضربه ای رو میخورن جبران ناپذیر. ببینید جناب کریمی سوال کردن ترخیصکار کاری به قسمت بارگیری در بندر دیگه نداره، فقط در ترخیص گمرک کمک اون میکنه. ببینید بستگی داره اون بار رو شما به چه شکلی میخواید چیز انجام بدید یا بفرستید. شما یه جا میگید بار رو میخوام ترخیص کنم تحویل مشتری بدم، یه جا میگید بار رو میخوام ترخیص کنم توی کانتینر با کانتینر دیگه تعبه تعبه کنم و اینو از مرز رد کنم و توی کشور دیگه تحویل بدم. ببینید اینها همه میشه مراحل کاری این ترخیصکار. باید ببینید قسمت کاریتون به کجا ختم میشه. یه جا جناب محمدی سوال پرسیدن صادرات مالیات داره؟ نه، مالیات به بخش صادرات چیز نمیشه، تعلق نمیگیره، فقط واردات محصولات مالیات بهشون تعلق میگیره. یکی از دوستان سوال پرسیدن وقتی کالایی رو میدیم ترخیصکار کاراشو انجام بده، یعنی کلن اختیار و مالکیت کالا برای ترخیصکاره، چجوری میشه اعتماد کرد؟ نه، اون ترخیصکار میشه نماینده شما برای انجام اون کار. خب شما یه اختیاری بهش میدید که این کارهای شما رو انجام بده، این نیست که اون مالک کلی کالا بشه، نه اصلا مالکیت شما بهش نمیدید، اون فقط میشه یه کننده یه کار برای شما. خب یه جور دوستان گفتن دیر رسیدم، خب تلاش میکردن زودتر میرسیدید. آقای میرخلف پرسیدن آیا ترخیصکار کد شناسایی داره و چطور به هویت اونها پی میبریم؟ یه جای صحبت اول کار گفتم ترخیصکار یا کسی که دارای کارت بازرگانیه، مثل همون گواهی نامه رانندگیه که یک گواهی نامه یک کارت مجوزی از اون راهنمای رانندگی در قالب این شخص صادر شده که تمام هویت این شخص رو در حیطه رانندگی مشخص میکنه. این کارت بازرگانی هم به همین شکله، تمام هویت اون شخص حقیقی حقوقی این شخص رو در قالب این کارت مشخص میشه.
خب یه جا آقای محمدی، اگر مشتری یه نمونه جنس بخواد اونم شامل ترخیص و داستان‌ها میشه و بهتره چطور براش ارسال کنیم، یا با پست یا با چیز توصیه میکنه؟ نه، اون نمونه یا سمپل اگه میخواید بفرستید این مورد نداره، شما خودتون میرید بخواد، برای اینکه بدونید راه ارسال این بار شما به چه شکل. ببینید این نکته رو گوش بدید، ببینید و متوجه بشید که نحوه ارسال کردن این بار شما به چه شکله. خودتون اون نمونه یا سمپل رو برمیدارید، میرید گمرک، میگید من این بار رو میخوام، این محصول، این نمونه، این سمپل رو میخوام صادر کنم، بفرستم برای عراق، افغانستان، قطر، فلان کشور، هر کشوری که میخواد باشه. یه پروسه کاری کوچیک داره، البته اون سمپلی که شما میفرستید با اون بار سنگینی که میخواید بفرستید یه سری تفاوت‌ها رو داره. اینجا شما بار کوچیکو که میخواید بفرستید در گام اول متوجه میشید که محصول شما منع صادراتی داره یا نداره، چه مواردی و مورد نیازه، چه آیتمایی باید داشته باشید، چه مجوزهایی رو باید داشته باشید که بتونید این بارتون رو بفرستید. راحت میتونید انجامش بدید. بارهایی که حجمش سنگین میشه اونجا ما میگیم برید از کسی که کارت بازرگانی داره استفاده کنید. یه جا خانم زهرا سوال پرسیدن ترخیص کار چه کار میکنه، کلا در مبنای کلی کار ترخیص کار رو میخواد بدونه. ببینید این باری که ما میخوایم صادر بکنیم یه سری مشکلات، یه سری قوانین و یه سری مانعهایی داره که ما اگه به صورت کلی بخوایم به اون بپردازیم زمان زیادی از ما میگیره و چون مجوزهای لازمه در خصوص انجام اون کار ما نداریم، مثل کارت بازرگانی یا هر چیز دیگر نداریم، یکم کار برامون سخت میشه. اینجا میان از یه ترخیص کار استفاده میکنیم. ترخیص کار مجوز داره، به راحتی میتونه تمامی اتاقها، قسمتها همه رو سرکشی بکنه، دسترسی به تمام قسمتها داره، میتونه این بار 3-4 روزه شما رو توی یک روز صادر کنه و از مرز بفرسته به قسمت. تعریف کلیش. خان بنت‌ال هدا کریمی در یکی از اینجا سوال کردن که یه جا توی یکی از کلیپ‌ها استاد نظام پرور گفته بودن ترخیص کالا باید به نام خودتون باشه و اینجا دوستمون پرسیدن که ترخیص کار انجام بده تبعات قانونی برای ما نداره؟ نه، هیچ تبعات قانونی نداره، اینو خود دولت گذاشته برای سهولت در کار، برای اینکه کارها با سرعت بیشتری انجام بشه، به همین دلیل اومدن این ترخیص کارا رو گذاشتن. خب یه دوستی به نام یاسر برزنونی اگه اشتباه نکنم اینجا سوال کرد، اینجا یه متنی رو نوشتن که من تازه امروز با این سایت آشنا شدم. دوست عزیز، شماره من توی سایت هست، میتونید با من تماس بگیرید در رابطه با کلیات کار، ورود به عرصه تجارت چه به صورت داخلی باشه چه به صورت صادراتی باشه، صادرات هم فرق نمی کنه، تمامی کشورها میتونه باشه، چه از قبل
کشور روسیه باشه که پل ارتباطی ما هست با اروپا و کشورهای حوزه CIS، و چه از قبل کشور عمان باشه که باز از طریق تنگه هرمز پل ارتباطی ما هست با نیمی دیگه از دنیا و کشورهای عربی و کشورهای همسایه فرق نمی کنه. در خصوص تمامی این موارد میتونید با من همراه باشید، همگام باشید، با همدیگه صحبتی رو داشته باشیم. گام به گام به شما کمک میکنم تا بتونید توی این زمینه به بهترین شکل ممکن خودتون رو پیش ببرید و شرکت و برند خودتون رو به ثبت برسونید. سوالات دیگه خب یه جا یکی از دوستان پرسیدن مبلغی که ترخیص کار میگیره یه تعرفه مشخص داره یا بسته به حجم صادرات ما یا توافقیه؟ ببینید اونا یه تعرفه خاصی رو دارن برای خودشون. خب بعضی موارد هست، بعضی از اجناس ما میخوایم صادر بکنیم، اینجا دیگه باید با اون فرد یه توافق با هم ببندیم. مثال میگم ترخیص این کالا هزینش میشه 1,000,000، کار زیادی رو به همراه داره، اینجا ترخیص کار با هم دیگه توافق میبندید، میبینید آشه سود خوبی داره، میگید این جنس رو برای من بفرستید، برای مثال من 1%, 2% از این سود این معامله رو به شما اختصاص میدم. اینجا دیگه میتونید توافقی ببندید، وگرنه در صورت کلی تعرفه مشخص دارن. خانم زهرا یه جای دیگه سوال پرسیدن که ما اگه بخوایم برای بار اول صادرات داشته باشیم مراحلش چیه که باید پرفورما بفرستیم، اصلا چه چیزهای دیگه‌ای باید بفرستیم که باید ترخیص کار صحبت کنیم؟ نه اینجا احتیاج به ترخیص کار ندارید، شما اول باید با اون مشتریتون به توافق برسید، کلیات کار همه رو ما آموزش دادیم که گام به گام شما باید چه مراحلی رو طی کنید. در ابتدا در نحوه ارتباط با اون مشتریتون، نحوه ارتباط با تامینتون، مشتریای خارجی، مشتریای داخلی، نمونه فرستادن، عکس فرستادن، سمپل فرستادن، در همه حالت ما داریم آموزش میدیم. بیایید آموزش ها رو ببینید، گام به گام برید جلو. این سوالی که الان شما پرسیدید میتونم به جرئت بگم اگر یه مرحله کلاسی کلی رو بخوایم 1 ساله در نظر بگیریم، 3 ماه اولش رو شما اومدید قلم گرفتید، از 3 ماه دوم شروع کردید، بیایید گام به گام از مرحله اول شروع بکنید، سریعا میرسید به اینجا. خب دوستان گفتن شماره بذارید، من در آخر شماره رو گذاشتم و الان هم سنجاقش کردم بالا. اون دوستانی که قصد دارن در زمینه صادرات چه بازار، اون بازار داخلی هم اگر بخواید کار بکنید هیچ موردی نداره، در زمینه صادرات به هر کشوری که باشه، هر محصولی که باشه، حتی اگر محصول نداشته باشید، حتی اگر کشور مقصدتون رو ندونید کجاست، و در حالت دیگه اگر اون توانمندی خودتون رو ندونید چیه، من شماره گذاشتم
با من تماس بگیرید، پیام بگذارید توی واتساپ، فرق نمی کنه. مهم اینه که اون ارتباط به وجود بیاد. من گام به گام با شما پیش میام، راهنمایی میکنم تا به امید خدا اون توانمندی خودتون رو بشناسید، ببینید، بفهمید و باور کنید. در این راستا محصول خوبی رو انتخاب بکنیم و گام به گام با همدیگه جلو بریم، پلن خوبی رو طراحی بکنیم و به واسطه اون شما بتونید توی سالهای آینده یک تاجر خوب و به نام باشید که بتونید افتخار آفرینی بکنید برای خودتون، خانواده، شهر و کشورتون. خب دوستان، کلاس امروز تمومه. انشالله که از این کلاس دست پر بیرون برید. هر جا سوالی، ابهامی، پرسشی، چیزی داشتید، من در خدمتتون هستم. با من در ارتباط باشید. من سعید زاره هستم. در ابتدا گفتم روز خوبی داشته باشید. همتون رو دست خدای مهربون می‌سپارم. روز روزگار خوش.